نیمه ماه سپتامبر سال 2022 در نتیجه هجوم تجاوزکاران و آتش‌کنان نیروهای مرزبانی قرغیزستان با مقصد خلل‌دار نمودن استقلالیت تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان و غصب نمودن حدود مملکت، سرحدبانان قرغیز از تکنیک‌های حربی و سلاح‌های آتش‌فشان گوناگون تمغه از جمله هواپیماهای بسرنشین استفاده نمودند که در نتیجه شماره زیادی ساکنان موضع‌های نزد سرحدی شهر اسفره و ناحیه بابجان غفوروف خسارات جانی و مالی دیده منزل های استخومیدشان خراب گردیدند. فرزندای نیوره های گیفته همه ما گریخته پدوال به درامدیم. پدوال به یک سوتگه مونده برافتیم. اصات هفی سهری تا هفی نمازگری مونده برافتیم. گوشنه و تشنه و موندیم. برامده بینیم یکان نسخه نشانی خانه نیست. امجامه نیست. تمام ذخیره پشت این خانه قطار. پنج خانه گینده ذخیره سابی و انبار خانه ما بود. انبار خانه تمام سوخت. تونه گندم ما بود. جو ما بود. گندم جواری مکه همشه ما ذخیره کرده بودیم. مشاهده ما از جماعت دهات چارکوی شهر اسفره سابی ساخت که مرزبان قرغیز با مقصد زورن تصرف نمودن حدود مملکت سرحد تاجیکستان را عبور نموده با استفاده از تکنیک‌های جنگی، تنگ و توپ‌ها و یراق‌های مهم خانه‌های مردمی آسایشته را به آتش کشیده نیست و نابود ساختند. در این موضع نه تنها منزل‌های زیستی اهالی آسایشته بلکه مکتب و دیگر مکان‌های جمعیتی زیر تیر و توفنگ و چرخبال‌های بی‌سرنشین قرغیزان قرار گرفته. در نتیجه منزل زیستی آیله‌ها پر نیست و نابود و قسمی از آنها ضرر مالی و جانی دیدند. از همین منانی دیده و اصولی از اون 1987 همینجا دوت ما همینجا زندگی میکنیم. من بچه ها همینجا کوه رسید. 15 نبیره دورم یا بیره دورم. من این وضعیت دیدید. من همین خونه ما 32 سال باز محنت کرده همین جمع کرده. من همین خونه سوختیم. من برادر قرغز چهبال گرفتار کردم. معلوم گشت که یگانه مکتب میانه رقم 64 دهه سامونیان پره خراب گشته همه لوازمات های آن به کام آتش رفته است. اینجا صنفخانه مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 64 دهه سامونیان جماعت دهات چارکو است که در این مکتب نزدیک 400 نفر خوانندگان از صنف 1 تا 11 تحصیل میکردند. روز صبح جمعه از جانب سرحدبانان قرغیز مورد حمله آتشین قرار گرفت و در نتیجه همین دیواره های خراب و سوخته و همین پایه های میز و کرسی های ماندند که به دیگر هیچ چیز کار نمیدهند. تقریبا ساعت 5 و 10 5 و 15 سحر بود که بوز های بلند افتمات چی سر شد. جنگ بود. ما مناقشه بین دو دولت همه مناقشه برو آمدیم از خونه تا همین بچه های برو وردیم که یک چند دقیقه گذشت سر شد همین جنگی که اشدی که در سالها ندیده بودیم همین جنگ را. همین خیلی که همین گوه میتیده تون پیشتین من وی ما این منزلی استقامت نیه. این منزل مکتب بچگان کودکستان. حتی همین جای هم ساعت پنج سهر یکان فرزندمون نبودن شکرونه. خلابر ما بودند و خلاص گفتن همینجا به اوتای زستن بیتون. می بیایم که یکان علاج اومدن نشد. از افتمات آتش میکشونن ایاروخوی شکوری از گرانتمیوت مینمیوت یک چیز پفتن که همه قووزش بلند که میگوی آسمان اونده بوشن همین زد هم یک تیت شد رفت علوب در گرفت. با میگون ما افغاگری ما نمیدونستیم ما جوگی خوب مونده خوب بودیم. ما با فقط یکون خبر شد که فرزندتون احتیاط کنتون. برای همه ما همه خود گفتنیم که ما افغاگر نیستیم. باید ذکر نمود که بعد حادثه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتاً از نام پیشوای ملت به 300 آیله های ضرر دیده نزد سرحدی مساله ساختمان و مواد غذایی دسترس کرده شد و این عمل خیرخواهانه از جانب افراد گوناگون نیز ادامه دارد. از خورد و خوراک که تامین کنیم که زمستان به بی‌ملال امروز برای آرد، شکر، روغن، برنج، پیاز، سبزی، کارتوشک، انگشت همه میتیم که همین زمستانه طبق اطلاع پرکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرغیزستان قبلا نقشه جنگ تجاوزکارانه را به مقصد غصب حدود جمهوری تاجیکستان
تحریزی نموده است. بنابراین از جانب پرکراتوره جنرالی جمهوری تاجیکستان نسبت به گروه خدمتچیان حربی و شهروندان جمهوری قرغیزستان با دسترسی ماده‌های گوناگون از جمله پیشبرد جنگ تجاوزکارانه، آدمکشی دو شخص و بیشتر از آن با نیت غرضناک، اینچنین براهزنی یا باندیتیزم با سبب نفرت یا خصومت ملی، نژادی، دینی، محلگرایی یا انتقام خونی بر قصدانه ویران نمودن معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و ماده‌های امثال این پرونده جنایتی آغاز نموده است. پس از مناقشه مرزی روزهای 14-17 سپتامبر، راهبران کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان و قرغیزستان ملاقات نموده و برای گفت‌وشنید حل بحث‌ها امضا گذاشتند. اسفندیار هیتوف دهی آوشی قلاچه و جماعت چارکوی اسفرا.